با سلام و درود به همه دوستان که به گفتگو ما در زوم اومدین. من ارشیا ریاهی هستم، یکی از والنتیرهای خانه ایران. خانه ایران در آریزونا سالیانه بیش از 1000 برنامه برگزار میکنه و همه برگزار کنندگان در حالت به حالت والنتیر کمک میکنن. اگر شما هم ایده خوبی دارین و دوست دارین که در برنامه های ما شرکت کنید، لطفاً با ما تماس بگیرید. برنامه امشب در مورد تحولات اخیر در قانون مهاجرت و تأثیرات کرونا در سفره. مهمان عزیز امشب ما آقای سامان گلستان هستن. ایشون وکیل دادگستری در شهر پیوریا هستن الان و قبل از شغل فعلیشون، سامان جان در زمینه دفاع از حق رأی دادن، مینیمم ویج و کلین انرژی کار میکردن. سامان جان در ضمن از دایرکتورهای خانه ایران هستند. بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم و سامان جان خواهش میکنم که گفتگو رو آغاز کنن. فقط در ضمن اگر سوالی داشتین لطفاً در اون زیر که Q&A بنویسین و ما سعی میکنیم جواب بدیم. سامان جان مرسی. مرسی از دست شما در نکنه. Thank you very much for that introduction. خوش آمدید همه دوستان عزیز به این وبینار تغییرات قوانین مهاجرت در همین امریکا در دوران کووید. امشب حالا با آقای آرش طبعانی سخنانی داریم راجع به همین مسائل ها و آرش جان تقریبا 6 سال داره کار میکنه دور همین با همین تخصص قوانین مهاجرت در آریزونا. خوش اومدید آرش جان، خیلی ممنون برای ما وقت گذاشتین امشب. خیلی ممنون سامان جان، خوشحالم که در کنارتون هستم. ممنون از این برنامه های خوبی که میذارید از خارج ایران که این سرویس ها رو و این خدمت رو به جامعه ما دارن میکنن و منم خوشحالم که در این برنامه شرکت میکنم. خب میخواستم از اول شروع کنم. یه سوال راجع به همین مسائل travel ban به قول معروف که امریکایی ها میگن که قبل از دوران کووید رئیس جمهور با فرمان ریاست جمهوری اعلام کرده، این travel ban که حالا به چند نوع کشوری اثری داشت چی شده؟ حالا جریان این travel ban چیه دقیقا؟ بله، این travel ban همینجور که گفتید در سال 2017 شروع شد که بعد از ریاست جمهوری آقای ترامپ بود این رو گذاشت و دلیلش رو میگن برای امنیت آمریکا هست و مقابله با تروریستا و کسایی که مشکل سیکیوریتی دارن برای آمریکا. و از 2017 شروع شد، 3 ورژن مختلف این عوض شد، دادگاه جلوش رو میگرفتن دوباره عوضش میکرد، از نو شروع میکرد و در پایان هم در سال 2018 دیوان عالی این رو تایید کرد و گفت که میتوند اجراش بکنه و هنوز به اجرا گذاشته میشه. در حال حاضر کشورها رو چندین بار تغییر داد، اضافه کرد، ایران از اول جزوشون بود، 13 تا کشور هستن و طبق این travel ban میگه که اکثر اشخاصی که میخوان وارد ویزاهای آمریکا رو بگیرن، چه گرین کارت چه ویزاهای موقت رو بگیرن، در حال حاضر نمیتونن وارد آمریکا بشن اگر از اون 13 تا کشور از جمله ایران باشن. این قانون شامل بعضی ها نمیشه. اگر شما گرین کارت آمریکا رو دارید میتونید برید و بیاید، هیچ مسئله ای نداره. اگر ایرانی هایی که میخوان ویزا بگیرن یا گرین کارتشون رو بگیرن، اگر سیتیزن یک کشور دیگه ای هم باشن، مثلا سیتیزن انگلیس باشن و پاسپورت اون کشور رو داشته باشن، این محدودیت شاملشون نمیشه. کسانی که روزی که این ورژن آخر این فرمان به اجرا گذاشته شد در سپتامبر 2017 داخل آمریکا بودن یا ویزاشون رو داشتن، اونا روشون تأثیر نداره. یه مقدار کسایی هستن که شاملشون نمیشه. بقیه به ویور احتیاج دارن. ویور میشه بخشودگی در واقع. و عنوان مثال شما برای همسرتون، شما سیتیزن آمریکا هستید، همسرتون در ایرانه، برایشون اقدام میکنید که گرین کارت بگیرن، بعد از سال 2017 هست، اینا به ویور میخورن.
این پروسه ویور دقیقاً چه شکلی گرفته حالا؟ ویور دارن دولت داره ویور میدن به مجاهرات میدن؟ محدود، خیلی محدود. برای ویور اول از همه که گفتم باید نشون بدید که اون مهاجر اگر نتونه وارد آمریکا بشه براش مشکل پیش میاد. برای یکی از ارگان‌های آمریکایی مثل دانشگاه‌ها یا اگر از نظر خانوادگی باشه اون عضو آمریکایی مشکل پیش میاد اگر نیان و مشکل برای سکیوریتی هم نداره. ولی دولت هیچ وقت فرمی برای این ویبر اعلام نکرده، هزینه‌ای برای این ویبر نذاشته. پروسه‌های دیگه در امیگریشن هستن که ویبر دارن، همه فرم دارن، اینستراکشن هست که کجا باید این فرم رو ارائه بدن، در چه مقطعی و هزینه دولتی داره. هیچ کدوم اینا رو اعلام نکردن و تقریبا وکلا امیگریشن هر روزنه‌ای که ما پیدا می‌کنیم این سعی می‌کنیم مدارکی که می‌خوان که این مسائل رو ثابت بکنه تحویل بدیم. یک کنسولگری قبول می‌کنه، یک کنسولگری قبول نمی‌کنه. آمار درستی هم برای اینکه چقدر ویبر تا به حال داد اپروف کردن اعلام نکرده وزارت امور خارجه. اما تخمینی که زده میشه توسط کانون‌های غیر انتفاعی که در راه امیگریشن فعالیت دارن که حدود 2-5% از ویبرهایی که سابمیت میشن تا به حال اپروف شدن. از 2017 تا الان فقط 2-5% ویبر قبول کردن. بسیار محدود. بسیار. ما کسایی رو داریم که از 2017 سفارت هم رفته بودن، منتظر بودن که پاسپورتشون رو بگیرن وارد آمریکا بشن، خوردن به این قضیه بن و گفتن ویبر لازم دارن، مدارک رو دادن، میفرستن واشنگتن. بهش میگن administrative process. و هنوز که هنوز چندین سال منتظرن. چند گروه هم اگه درست یادم هستش چند تا گروه از اون زمان تا حالا شکایت کردن راجع به همین پروسه ویور و رفتن به دادگستری. نتیجه این کیس ها چی شدن؟ نتیجه به نتیجه رسیدن؟ نه، به نتیجه به هیچ نتیجه نرسیدن. چندین از نظر قانونی وقتی که اینجور چیزها رو به دادگاه میبرید شما دقیقا باید بگید که به چه نکته ایش اعتراض دارید. یک نکته این بودش که رئیس جمهور اجازه نداره همچین بند گسترده‌ای به کشورها بذاره و داره دیسکریمینیت میکنه این وسط. و در 2018 دیوان عالی رأی داد که نه، رئیس جمهور اجازه داره برای امنیت مملکت همچین کاری رو انجام بده. یه سری دیگه لاسوت های دیگه هستن که هنوز در دادگاه های پایین هستن که میگن که باشه حتی اگر رئیس جمهور همچین اجازه داره الان فقط هیچ هدفش فقط اینه که مهاجرت از این کشورهای مسلمان رو بگیره. اون لاسوت ها همینجور در دادگاه پایین هستن، میرن تشریح نظر برمیگردن، هنوز به هیچ نتیجه نرسیدن. حالا اون travel ban حالا بذاریم کنار، در زمان کووید هم به نظر میسته که آقای ترامپ هم یه travel ban برای کووید از کشورهایی که بیماری کووید خیلی شدید رسیده، خیلی شدید شده بود، یه travel ban جدید حالا برای این کشورها گذاشته. ایران هم تو همین لیستی بود، درسته؟ درسته. در زمان کرونا هم از دوروبر فوریه امسال شروع کردن چین رو محدودیت گذاشتم و در مارس اگه اشتباه نکنم ایران هم به لیست اضافه شد. الان یه مقدار از کشورها هستن که شامل این محدودیت میشن. یک و یه محدودیت عمومی هم بعد از اون گذاشت که برای اینکه بازار کار آمریکا خراب نشه اون رو هم گذاشت. الان دو سری محدودیت مختلف هست. از برای محدودیت اولی که گذاشت برای جلوگیری از شیوع این کووید بودش، کشورهای مثل چین، ایران و چندین کشورش، اکثر کشورهای شنگن اروپایی، ایرلند و انگلیس جزوش هستن، فقط ایران نیست ولی ایران هم جزوشونه. و کسانی که گرین کارت آمریکا رو دارن یا سیتیزن آمریکا هستن میتونن وارد آمریکا بشن. اما کسایی که ویزای دانشجویی دارن، ویزای توریستی دارن و خارج از اون یه مقدار محدودیت های خیلی زیادی وجود داره، اگر در ظرف 14 روز قبل از ورودشون به آمریکا در ایران بوده باشن نمیتونن وارد بشن. حالا میتونن اگر میتونن برن یه کشور دیگه 14 روز واستن بعد وارد شن، هیچ مسئله‌ای نداره. فقط 14 روز قبل از ورود به آمریکاشون نباید در ایران بوده باشن. این هستش. ما یه مسیری که شما گفتین که میتونن برن کشور سوم، اونجا 2 هفته قرنطینه کنن خودشون، درست؟
فقط مطمئن باشن اون کشور هم جزء این لیست نباشه. لیست رو باید چک کنن، یه کشوری که جزء اون لیست نیست میتونن برن اونجا 14 روز بعد وارد آمریکا بشن. ولی اگر سیتیزن آمریکا باشن یا گرین کارت داشته باشن لازم نیست، مستقیم میتونن از ایران وارد بشن. فقط تنها نکته که باید در نظر بگیرن اینه که 15 تا لیست 15 تا ایرپورت رو در آمریکا اعلام کردن که فقط میتونن وارد اون ایرپورت ها بشن. کسانی که آریزونا میان معمولا از بوستون، دالاس، جان اف کی و لس آنجلس، اینا جز اون 15 تا هستن. و شرکت هواپیمایی هم باید بدونن ولی چک کنن. فقط 15 تا ایرپورت، اگه وارد ایرپورت دیگه بشن باشون نخواهند داد. و در این ایرپورت ها تستینگ دارن، مصاحبه باشون میکنن و بعد هم قول ازشون میگیرن که 14 روز خودشون رو قرنطینه کنن. خب راجب حالا یه ترافل بن دیگه تو این چند ماه اخیر، خب چندین کشورهای خارجی حالا به قول امریکایی we put the shoe on the other foot، کشورهای خارجی خب بن امریکایی گذاشتن که امریکایی ها نتونن بیان تو کشور، سیتیزن های امریکا خب اجازه ندارن دیگه بیان کشورهای مختلف. این بنا ها هنوز هستن؟ بله هنوز هستش. حالا زیاد وارد جزئیاتش نمیشم چون من قانون اون کشورها رو نمیدونم دقیقش، رو باید اونجا ببینیم. ولی اکثر کشورهای شنگن اروپایی همچین بندی رو گذاشتن. یک دلیلش اینه که آمار در آمریکا میره کرونا بالاست و واقعا هم اونها هم نگران هستن. دلیل بعدیش هم اینه که این مسافرت ها بین کشور اروپایی و آمریکایی بر حسب روابط بین الملل بوده، ما آمریکا میذاشته اونا وارد بشن، اونا میذاشتن ما وارد بشیم، و چون آمریکا اونها رو بند کرده اونا هم ما رو بند کردن، یه دلیل دیگه شم بوده. ولی اکثر کشورهای شنگن اروپایی نمیتونیم الان بریم. کانادا مسافرت های دلیل مهمی داشته باشد، اگه باید اونجا برید برای توریستی نمیذاره وارد بشید، ولی اگه باید اونجا دانشجو هستید وارد دانشگاه باید بشید، یا یکی از اعضای خانواده بیمار هست، در اون شرایط فقط باتون میدن. این کووید بن که دولت امریکا و سازمان ایمیگریشن گذاشته برای ایرانی ها و چین و همین کشورهای خارجی که شما گفتین، این سازمان ایمیگریشن گفته تا حالا در چه شرایطی، حالا چه جایی باید این کووید 19 برسه که این از این شرایط در بیان، یه تغییری پیدا کنه، این بن رو از بین ببرن؟ نه، درباره این بن ها چیزی نگفتن. اون موضوعی که اگر 14 روز گذشته وارد آمریکا بشید فعلا هستش تا رئیس جمهور خودش اون فرمانش رو پس بکنه، هم تا اطلاع ثانوی هستش در واقع. بفرمایید. یک بن دیگه هم سوا برون گذاشته که شامل همه میشه و اونم گفته که برای محافظت از بازار کار آمریکاست، که مهاجرین میان اینجا الان خیلی کارشون از دست دارن، unemployment بالاست و بازار کار رو اشباه نکنن. اون بند شامل همه کشورها میشه، اون هم از اپریل امسال به اجرا گذاشته شد، شامل ویزاهای گرین کارتی ها و ویزاهای نان امیگرنت میشه که برای اولین بار وارد آمریکا میشن، کسایی که ویزاشون رو دارن یا اینکه از گرین کارت دارن، ویزا دارن، اونا میتونن بیان و برن، هیچ مسئله ای نداره. اما کسایی که گرین کارت یا برخی از ویزاهای نان امیگرنت مثل H1B و H2B که اجازه کار دارن بخوان وارد شن، جلوی اونا رو میگیره. اون بن 31 دسامبر باطل میشه مگر اینکه رئیس جمهور تمدیدش بکنه، ولی قضیه اون 14 روز اون هست. حالا راجب این پروسه ایمیگریشن برای مجاهران، خب یکم میخوام راجب همین پروسه صحبت کنم و ببینم که بفهمیم که چه جور کووید در این پروسه حالا چه اثری داره. تا حالا که خب شما میبینید با مهاجرای مختلف کار میکنید، این پروسه چطوری حالا عوض شده به علت کووید؟ مهاجرین از نظر اسایلم و رفیجی فرمایید یا مهاجر، هر مهاجر یا مهاجر عادی، به طور کلی مشکلی که ما الان میبینیم اینه که کنسولگری ها همه
یه سری مسائل ترابل بن و همون مظلمت که از 2017 بودن که هست. حتی کسایی که اونا هم شاملشون نمیشه، الان مسئله‌ای که ما داریم کسایی که کنسولگری باید برن برای کارشون، تمام کنسولگری ها بسته هستن، پرونده رو دریافت میکنن، خودشون کارمنداشون کار میکنن ولی نه اینترویو میدن نه هیچ. کسایی هستن که از اول از مارس تا به حال منتظر کنسولگری هستن که وقت بگیرن و نتونستن. برای هر نوع ویزایی کنسولگری برای هر نوع ویزایی برنفت نمیده. اگر J1 فامیلی بیس ویزا فرقی نمیکنه، همشون اگر به که اکثرشون دارن به مصاحبه احتیاج داشته باشید مصاحبه نمیکنه. و روی وبسایتشون هم همه نوشتن که در مواقع امرجنسی مصاحبه میرن، ولی دوباره هیچ اطلاعاتی نذاشتن که امرجنسی چی هست، چه جوری اقدام بکنید. برای یکی از موکلمونم کردیم هیچ جوابی دریافت نکردیم. یک مقدار این مشکل ما با این ادمنستریشن جدید داریم که خیلی کارا رو هم رو کاغذ میگن انجام میدن ولی هیچ گایدلاینی که چجور انجام بدی به ما نمیدن و هیچ مصاحبه‌ای هم انجام نمیشه. این یکی از مسائلمونه. کسایی که در داخل آمریکا هم حتی هستن و کارایی برای گرین کارتشون داره باطل میشه، سیتیزنشیپی میخوان اقدام بکنن، تا چند وقت پیش USCIS تعطیل بود و نه انگشت‌نگاری میکردن مصاحبه انجام میداد، اینا همه کاراشون عقب افتاده و چندین ماه همه این کیسا جمع شده که حالا به آینده برده میشه و تعویق میفته. اینا همه مشکل ایجاد کرده. الان شروع کردم به مصاحبه و انگشت‌نگاری ولی به صورت خیلی محدود. حالا برای اونایی که همین شما هم الان گفتین یک کمی راجع به این اشخاصی که گرین کارت دارن، برای این اشخاص این بنای کووید چه تغییراتی پیدا کرده؟ یعنی قانونهای راجع به نسبت به مثلا 6 ماه یا 1 سال بعد این اشخاص تو امریکا بمونن یا کمتر، یعنی سفرشون مثلا یه جوری ریستریکت شده، این قانون عوض شده به علت کووید، یا همه اینا مونده همون جوری؟ نه متاسفانه همون جوری مونده و فعلا باید با طبق قوانین قبلی ببینیم که چجور میشه به هموطنان کمک کرد. هیچ قانون جدید نداشتن. مثلا یه توضیح کلی بدم. کسانی که گرین کارت دارن، برای اینکه گرین کارتشون رو نگه دارن، سیتیزنشیپی به کنار راجع به اون صحبت می‌کنم، برای اینکه گرین کارتشون رو نگه دارن نمیتونن از آمریکا بیشتر از 1 سال بیرون از آمریکا باشن. اگر 1 سال شما خارج از آمریکا باشید و بعد سعی کنید بیاید، قانون فرض میکنه که شما اقامت خود را در آمریکا از دست دادید. اما میتونید ثابت بکنید که اقامتتون در آمریکا رو نگه داشتید حتی اگه بالای 1 سال باشه. چجوری؟ در آمریکا یا تکس دادید یا نه؟ در آمریکا اگر خونه یا آپارتمانتون رو نگه داشتید یا نه، اگر فامیلای درجه یکتون در آمریکا مونده باشن یا نه، کار اگر در آمریکا میکردید آیا استفاده دادید یا فقط تعطیلات گرفتید. بنابراین اگر دوستانی هستن که رفتن ایران و الان میتونن برگردن با کووید، کسایی گرین کارت دارن ولی احساس خطر میکنن که سوار هواپیما بشن، وارد فرودگاه بشن، شاید مشکلات پزشکی دیگه داشته باشن، شاید سنشون بالا باشه و نخوان خودشون رو در معرض این بیماری قرار بدن، فکر کنم اونا خیلی الان مشکل دارن. اگر شرایط بهتر شد و تونستن زیر 1 سال برگردن و هیچ مشکلی نخواهند داشت، اگر مجبور شدن بالای 1 سال خارج از آمریکا بمونن، حداقل مدارکشون رو جمع کنن. اگر فرزندشون، همسرشون در آمریکا مونده، یه مدرکی از اونا بگیرن که اینا هنوز در آمریکان. اگر مالیات در آمریکا میدن یا کلیم میشن زیر مالیات اقوامشون، فرزندانشون، کپیشو بگیرن با خودشون داشته باشن. اگر ملکی در آمریکا دارن، خونه دارن، ماشین دارن، از سندش کپی داشته باشن، وقتی وارد آمریکا میشن مامور امیگریشن اگر ازشون چیزی پرسید اینا رو ارائه بدن و بگن که ما به خاطر کووید نتونستیم وارد شیم. طبق قانون اگر این مدارکی تحویل بدن که اقامت خودشون رو در آمریکا نمیخواستن از دست بدن و مجبور شدن در ایران بیشتر 1 سال بمونن، راشون میتونن بدن. این هستش. خیلی هم اونم همشون هم به اون مأمور امیگریشن هم بستگی داره. بعضی هستن 3-4 سال هم میرن ایران برمیگردن، کارشون نداره. بعضی ها 1 سال میمونن کارتشون رو میگیرن.
حالا برای اینا که شاید ریسک داشته باشن یا مشکلات طبی یا پزشکی داشته باشن، پیشنهاد شما چیه برای این گروه؟ از دکترشون یعنی نامه بگیرن، something like this. 100%. ببینن هر چی میتونن، همونجوری گفتم تکس، ملک، هر چی در آمریکا دارن، و اگرم مشکل پزشکی دارن خودشون یا همراهانشون نامه از دکتر بگیرن که های ریسک، ریسکشون بالا بوده برای مسافرت و بیماری کووید. برای همین هر چی مدارک میتونن جمع بکنن که بتونن به مامور امیگریشن نشون بدن که قصدشون نبوده که بالای یک سال ایران بمونن ولی مجبور شد. هر مدرکی بتونه کمک بکنه خوب. خب حالا از گروه ما چند تا سوال نوشته شده پرسیدن. اولین سوال که یکم راجع بهش صحبت کردیم، اما کنسولگری های امریکا حالا شما گفتید به نظرم تازگی باز شروع کردن، دارن یواش یواش باز میشن، اما خیلی یواش، یعنی خیلی کند دارن کار میکنن. خیلی بله، اکثر کنسولگری های اگر کسانی که در آمریکا با مهاجرت کار دارن با USCIS اونا باز کردن، خیلی آروم کار میکنن. کنسولگری ها هنوز اکثرشون اکثرا تعطیل هستن و وقت اینترویو نمیدن. فرما و مدارک رو دریافت میکنن، همه کار رو انجام میدن، فقط اینترویو نمیدن. این چه اثری داره به ویزای J1؟ حالا ویزای J1 هنوز قبول میکنن، اما خب کم پروسس شدنش یعنی کنتره. اتفاقا دوسته تا چیز از J1 جزء این محدودیتی که تا دسامبر 31 هست، J1 هم اکثر J1 ها هم شاملش خواهد بود. تا دسامبر 31 ویزا رو صادر نخواهند کرد. ولی کلن کنسولگری هم بله، کسایی که F1 دارن، ما داشتیم F1 داشتن، فقط کنسولگری بعد میرفتن، منکول شد چون کنسولگری بهشون اپایمن نمیداد. خب حالا راجع به اینم یک کم صحبت کردیم، اما مطمئن باشیم که اون کیسایی که آیا اشخاص سیتیزن امریکا باشه یا گرین کارت داشته باشه، این بنا که با راجع به صحبت کردیم حالا چه اثری داره؟ میتونن بیان کشور یا ممنوعه؟ کسانی که سیتیزن هستن یا گرین کارت رو دارن، نه کسانی که برای گرین کارت اقدام کردن، کسانی که گرین کارت دارن، هیچ کدوم از این بنها خوشبختانه روی اونهاش تاثیر نداره. میتونن بیان و برن. فقط اگر وارد میشن، همونجور گفتم 15 تا ایرپورته که باید وارد یکی از اینا بشن. ایرپورت های دیگه اگر وارد فینیکس بشن راشون نخواهند به خاطر کووید. باید برن یکی از 15 تا ایرپورتی که وبسایت CDC هستش که اونجا بتونن تستینگ و اینا دارن، اونجا وارد بشن و راحت میتونن هواپیمای بعدی رو بشینن. خب این سوال راجع به این فرمان ریاست جمهوری نسبت به همین کارهای امریکایی، کارگرهای امریکایی و کارهای امریکایی، Does it include self-funded visiting scholar؟ اونایی که دانشجوهایی که میان خودشون راه خودشون رو میدن، خودشون رو میدن، Does this اونا میتونن بیان یا اونا هنوز زیر این فرمان ممنوع هستن از ورود، از اومدن که self-funded scholar? It depends. I guess کسانی هستن که وارد آمریکا میشن برای ریسرچ روی کرونا روی ریسرچ با کرونا، اونا هیچ مسئله ندارن. بقیه شون self-funded research چند تا کاتگوری داره، من نمیدونم الان این دوست عزیز راجع به کدوم میپرسن، ولی اگر راجع به EB باشه و ویزاهایی که اجازه کار داره یا به گرین کارت قطع میشه، نه نمیدونم. اوکی. حالا در این زمان اطلاع هستش که کنسولگری های امریکا در خبر میانه، اطلاع داریم که کدوم از این کنسولگری ها دارن اپلیکیشن J1 قبول میکنن؟ در خبر میانه که اگر کنسولگری‌هایی که کیس های همشون کیس های ایران نمیتونن برن، ایرانی ها ابودابی، آنکارا و ارمنستان، اینا رو میتونن، اینا هیچ کدومشون که ایران میتونن برن الان اینترویو نمیدن.
کیس رو قبول میکنن، مدارک رو میتونید، اپلیکیشن های آنلاین رو میتونید بذارید، هیچ کدومشون رو انترویو نمیدن و هیچ اسکیجولی هم ندارن که از کیس شروع میکنن و تنها کاری که میشه که دائم وبسایتشون رو چک کنید ببینید چی میگن، ولی در حال حاضر همه میگن که انترویو نمیدن. خب حالا فرض کن یه کسی، یه مثال حالا برای شما بدم که یه کسی حالا اپلیکیشن رو داده، گرین کارت هم دولت امریکا، گرین کارت همین سازمان ایمیگریشن، گرین کارت هم به این اشخاص داده، این بعد از این حالا پروسه چه چک گرفته تو این فاز بعدم کووید حالا یه اثرهایی داره؟ کسی گرین کارتش رو گرفته و هنوز وارد آمریکا نشده؟ بله، یا وارد آمریکا شده هنوز شماره سوشال سکیورتی رو مثلا بهشون ندادن یا یه همچین چیزی. دیدانی که قبل از این جریان سفارت رفتن و اون استمپ گرین کارت رو تو پاسپورت دارن، گرین کارت رو نمیگیرن تا زمانی که وارد آمریکا بشن. اونا هنوز نمیتونن وارد آمریکا بشن چون طبق قانون هنوز گرین کارت ندارن تا زمانی که وارد بشن. بنابراین تا این بنه راجع به حفاظت از کارهای آمریکا در دوران کرونا هست، تا اون برداشته نشه نمیتونن وارد بشن. اما کسانی که گرین کارتشون گرفتن وارد شدن، سوشال سکیوریتی و اینجور چیزا رو اونا مشکل خاصی ندارن. اجازه ویزایی که به اجازه کار احتیاج دارن، employment authorization، اون هنوز میاد، سوشال سکیوریتی هنوز صادر میشه، شاید یه هفته ده روز دیرتر از روال عادیش بشه، ولی هنوز انجام میدن چون اینترویو نداره و اونو بازن و کار کنن. مشکل اصلی ورود به آمریکاست. خب چه پیشنهادهایی داری شما برای what recommendations do you have برای کسی که حالا یا میخواد این پروسه رو شروع کنه یا توی این پروسه هستش که این تاخیرهای کووید مثلا بخورن، وقتی میخورن به تاخیرهای کووید چیکار کنن؟ متاسفانه کار خاصی نمیشه کرد، بستگی داره در کدوم پروسه باشن آیا بشه کاری کرد، ولی اکثرا نمیشه. مثلا کسانی که برای رینیو کردن گرین کارت هستش، برای سیتیزنشیپی هستش، اینجور چیزها کارشون به تعویق خورده، USCIS باز کرده ولی خیلی به طور محدوده. قبلا 50 تا انترویو میداد، الان 10 میده. هیچ کار نمیشه کرد تا صبر کنیم. همه اینا رو ما امتحان کردیم، دائم با وکلای دیگه هم در تماس هستیم. حتی در موارد امرجنسی و اینا رو هم کار جلو نمیندازن، فقط باید صبر کرد چون هزاران نفر در نوبتن و همه برای خودشون امرجنسی دارن و کارشون فرضه. و نه، هیچ ریلیفی نیستش. کسایی که متاسفانه از همه بدتر، کسایی که خارج از ایران هستن و با کنسولگری کار دارن، کاملا تعطیله، هیچ اینترویو نمیدن. گفتن در موارد امرجنسی، اگر امرجنسی هست یا با یه وکیل امیگریشن صحبت کنن یا رو وبسایتشون بخونن لینک هست چجوری تقاضای اپوینتمنت امرجنسی از کنسولگری بکنن، ولی ما تا بالش موفقیتی ندیدیم. امید داریم که راه بیفته. کسایی که در داخل آمریکا هستن با USCIS هیچ راهی نداره، ما هیچ موفق نبودیم کارو جلو بندازیم، فقط باید صبر داشته باشیم. صبر کنن و انتخابات هم نزدیک، کسایی که سیتیزن هستن شرکت کنن. اوکی. حالا اگه دولت نوامبر عوض بشه، آقای بایدن که کاندیده، ایشون راجع به همین بنای ترافل بن یا این فرمان رئیس جمهوری که آقای ترامپ 3-4 سال پیش تهدید کرد، ایشون حالا چیزی گفته مثلا راجع به اینا قرار اینا عوض بشه، از بین بره، تغییراتی پیدا کنه؟ Do you know if... تا اونجایی که من میدونم مستقیما روی این بنهایی که الان برای جامعه ما مشکل ایجاد کرده چیز خاصی نگفته. میدونم یه مقدار به طور کلی امیگریشن ریفورم بیشتر روی برنامهش هست و همیشه کریتیسایز میکنه این محدود کردن مهاجرت. چیزی که باید در نظر بگیرید اینه که قانون مهاجرت رو مجلس مینویسه، نه رئیس جمهور. و چندین ساله که تغییر آنچنانی در قانون امیگریشن که تبصره های امیگریشن به وجود نیومده. اما قوه مجریه اختیارات زیادی داره که چجوری این قانون رو و در چه زمانی به اجرا بذاره.
تمام این بندها اینجور نیستش که مثلا این حق مهاجرت رو از کسی گرفته باشه، چون میشه قانون گذاری. ولی فعلا میگه ما اجرا نمیذاریم تا این تاریخ، تا اطلاع سنوی یا تا فلان تاریخ ویزا رو ایشو نمیدیم. و ریاست جمهور دست بسیار بازی داره که همه اینا رو عوض کنه یا نگه داره. میشه مثلا حالا اگه ریاست جمهوری عوض بشه، حالا هر کسی باشه بیاد میتونه اینو تغییر بده؟ بله، بسیار راحت و بسیار راحت میتونه رئیس جمهور جدید برای اینکه پالیسی رئیس جمهور قدیم رو یا هر کدوم از این فرمان ها رو عوض بکنه فقط یک دلیل منطقی لازم داره. مثلا اگر بخواد این ترابل مازلم بند رو که از 2017 از ورداره، میتونه دلیلش این باشه که ما سیکیوریتی سکرینینگ و اینا که انجام میدیم کافی هستش و وارد نشدن مردم دلیل نداره. به همین راحتی میتونه این رو برکنار بکنه یا حداقل میتونه این قضیه ویور رو به جریان بندازه، یه گایدلاینی بده چجوری باید انجام بشه، خیلی راحت میتونه برکنار کنه یا تغییر بده. اوکی. یه سوال دیگه راجع به ویزای J1، همین self funding visiting scholar. سوال اینه که این اپلیکیشن از فرمانی که رئیس جمهور چند ماه پیش اعلام کرده، این گروه حالا ممنوع هستن، نمیتونن بیان تو کشور، یا این گروه هنوز میتونن بیان؟ J1 جزو این بندی که راجع به شامل J1 میشه، اولین ورژنش در اپریل اومد، نبود J1. در 22 جون قانون رو یه مقدار گسترش داد و الان J1 نمیتونن وارد بشن، تا مگه J1 های جدید. اگر از قبل از این دستور J1 داشتن و خارج شدن، دوباره میتونن بیان. ولی اگر برای اولین بار میخوان با J1 وارد بشن، تا 31 دسامبر نمیتونن. ولی 31 دسامبر باطل میشه این راجب J1ش. اوکی. یه چند تا سوالم آرشم، به نظر میرسه که توی Q&A در فارسی آمده، اگه ندیدین یه نگاهی بکنید. پرونده فنانی کسی که در داخل آمریکا هست بعد از بلند، به نظرم یک سوال دوستان پرسیدن که اگر در پرونده پناهندگی کسی که در داخل آمریکا هست بعد از 5 سال هنوز وقت مصاحبه نیامده باشد، چه کار می شود کرد؟ این دوست عزیز، اگر شما به نظر میاد پناهندگی در داخل آمریکا اسایلم باشه، جواب نیامده باشه، حدس می زنم 5 سال پیش با منظورشون است با پناهندگی که در داخل آمریکا کسی وارد میشه بعد اعلام پناهندگی میکنه، اسایلم هستش، با USCIS فایل میشه. USCIS سازمان ایمیگریشن میشه. بله، بخشی از یکی از ارگان ها زیر سازمان ایمیگریشن هست. با USCIS فایل میشه. USCIS یه مقدار انگشت نگاری میکنه و بعد اون بک‌گراند چک ها، 9 تا 10 تا ارگان مختلف هستن، FBI هست، yes. که بک‌گراند چک ها رو انجام میده از لحاظ امنیتی و بعد از اونها یه مصاحبه میذاره. در تئوری USCIS میتونه اسایلم رو اپرووش بکنه، ولی اینجور که ما بینیم همه رو میفرستن به دادگاه امیگریشن که قاضی تصمیم بگیره. حدس میزنم این دوست عزیز میپرسن که در USCIS 5 ساله که کارشون گرفته، چون در دادگاه قاضی رو میبینید و میرید جلو. کاری نمیشه کرد. ما یک کیس دیگه هم اینجوری داشتیم و احساس میکنیم مشکلات پابلیک سیفتی و سیکیوریتی بهشون خورده. زیاد چیزش نکنن، نگرانش نباشن، ورک پرمیتشون رو باید داشته باشن، باش استفاده کنن. من باشم با میستم تا بعد انتخابات ببینیم چی میشه. ولی اگه بخوان کارو به جریان بندازن، یک پروسه‌ای هست به اسم فویا، FOIA، Freedom of Information Act. فویا چیه دقیقا؟ بله، باز لحاظ Freedom of Information Act، فویا. این رو که پر کنید و بفرستید برای USCIS، USCIS باید هرچی اطلاعات راجع به شما داره بهتون بده.
یکی از راهاش اینه که فویا پر کنید و معمولا فویا که انجام میشه این کیس پرونده رو دوباره نگاه میکنن و شاید به راه بیفته. اگر نه شاید مدارک رو براتون بفرستن یه وکیل امیگریشن نگاه کنه و ببینه شاید بتونه پس بزنه مشکل کجاست. اگر مشکل سیکیوریتی باشه اون قسمت ها ریدکت میشه، سیاهش میکنن و بهتون نمیدن و اونم یه وکیل امیگریشن یا میفهم بگه چه سیکیوریتی بهتون خورده. اگر مشکل جای دیگه باشه اون وقت بعد از فویا میشه فهمید مشکل کجا هست. فویا رو من خیلی پیشنهاد میکنم، هزینه دولتی هم نداره، رو وبسایت USCIS میتونید فرمش رو پیدا کنید. تقریبا همین. حالا شما اطلاع دارین کیسایی هستش که کیسی که یا سیتیزن امریکا هستش یا گرین کارت داره در دستشون، یعنی already has the green card، که رفت آمدش یا برگشتشون به امریکا ممنوع شده. Anybody that has been fallen through the cracks or you know kept out in these two categories. کسایی که برای سیتیزنشیپ اقدام کردن. نه، کسایی که یا سیتیزن هستن یا گرین کارت دارن. همچین اتفاقی افتاده که از این گروه ورودشون ممنوع باشه یا یعنی نه من تا حالا همچین چیزی رو خبر ندارم از همچین چیزی. سیتیزن ها مشکلی نداره. در 2000 ژانویه 2017 که اون قبل بن اولیه به اجرا گذاشته شد اینقدر این رو سریع دادن بیرون و اشتباه شد و چیز بود، یه مقدار از کسایی که گرین کارت داشتن رو جلوی ورودشون رو گرفتن ولی بلافاصله برای چند روز رو درست کردن و در حال حاضر نه من نشنیدم کسی تا به حال به جز اون ژانویه 2017 بعد از اون من نشنیدم کسی مشکل داشته باشه. خب الان راجع به یه کیس های صحبت کردی که حالا این یه مجاهری مثلا اگه جوابش بیاد ردشون کنن بگن که علتش چیز نسبت به امنیت ملیه، این اشخاص چیکار کنه؟ چه حقایی داره؟ پروسه برای این گروه چه شکل میگیره؟ اگر برای امنیت ملی باشه، سیکیوریتی چک ها باشه، زیاد نمیشه اون رو کارش کرد. حق اپیل برای کسایی هستن که اگر کسی باشه که در خارج از آمریکا باشه و در مرحله کنسولگری همچنین چیزی بهش بخوره، حق اپیل زیادی ندارن. در اون مرحله بازم من پیشنهاد میکنم یک فویا انجام بدن از سازمان امور خارجه و دو اینکه اقوامشون در آمریکا اگر هستن و براشون پتیشن پر کردن کانگرشنال انکوری انجام بدن. باید با دفتر سناتور یا نماینده مجلسشون در منطقه‌ای که زندگی میکنن تماس بگیرن و بهش میگن کانگرشنال انکوری. اینجوری سناتور یا اون نماینده همشون آفیسشون یه نفر داره که کانگرشنال انکوری انجام میدن، میتونه پیش رو بگیره ببینه مشکل از چی بوده و آیا میشه کارش کرد یا نه. اگر چیزی در پرونده کسی هست که بشه فکر میکنه مشکل پیش بیاد، حتما از وکیل استفاده کنن، شاید از قبل بشه این موضوع رو روشن کرد. اگر نه واقعا در مرحله بعد معمولا اینجور چیزا رو به این راحتی نمیگن برای چی بوده که بشه درستش کرد، ولی بعد کانگرشنال انکوری شاید اون جواب بده. یک مورد من فقط میدونم که سالها پیش بوده اتفاق افتاد، یه آقای بود از ایران، تازه سربازیش تموم شده بود ولی خورده بود به اداره زندانبانی و در یکی از این زندانهای سیاسی گذاشته بودنش ولی سرباز وظیفه بود و این کارش چندین و چند سال ردش کردن، طول کشید ولی با همین اینکوری کردن و بعد مدارک فرستادن که این سرباز وظیفه بودش، چاره‌ای نداشته فلان بسار، آخر گرفت این کارتش رو وارد شده. اوکی. توی به نظر مثل دوستان عزیز چند تا دو تا سوال جدید نوشته شده توی این Q&A، گروه Q&A ما، اگه یه نگاهی بکنید. چشم. اگر برای سیتیزن شدن اقدام کرده باشیم و قبل از اینکه مصاحبه یا انگشت نگاری به ایالت دیگه‌ای برویم چه مدت پروسه ما به تعویق می‌افتد؟
از پرسیدن که اگر برای سیتیزنشیپی اقدام کرده باشن و برن یه ایالت دیگه جاشون رو عوض کنن چقدر کار به تعویق میفته. این جواب درستی نمیتونم بهتون بدم، برای اینکه وقتی که شما موف میکنید میرید ایالت دیگه باید فرم AR11 رو در وبسایت USCIS پر کنید و آدرستون رو عوض بکنید. در اون زمان پروندهتون رو میفرستن به دفتر USCIS در جایی که زندگی میکنید و چقدر کارتون به تعویق بیفته بستگی داره به اینکه اون دفتر چقدر طول میکشه این پروسه رو اینترویو بده. در حال حاضر که خیلی آروم هستش ولی باید چک کنید. USCIS اگر رو وبسایتش برید آپشن داره که میتونید به طور میانگین ببینید هر پروسه چقدر در دفتر محلی که زندگی میکنید طول میکشه این پروسه. باید برید اون رو چک کنید و ببینید. مثلا احتمال داره در توسان آریزونا این پروسه 4 ماه طول بکشه، در فینیکس 12 ماه طول بکشه. بستگی داره چقدر سرش شلوغ باشه و چند تا آفیسر داشته باشن در مدت. اوکی، بسیار خوب. سوال بعدی همین توی صفحه Q&A یه سوال دیگه هم آمده. دیگه برسید نمیشون هم کرده باشن. من سیتیزن امریکا هستم و در سال 2017 پرونده دکترم رو فایل کردم و مدارک اونور بوده و نوشتم آواز الان سیتیزن امریکا هستم و در سال 2017 پرسیدن که در دو سال 2017 برای دخترشون پر کردن مدارک رو و فرستادن و چقدر فکر میکنیم با این شرایط کار دخترشون طول بکشه. به خیلی چیزا بستگی داره، به این بستگی داره که اول از همه شما دخترشون چند سالشه، بالای 21 سالشه یا نه، متأهله یا مجرده. اگر زیر 21 سال مجرد هستن آیا شما گرین کارت دارید یا سیتیزن هستید، به همه اینا بستگی داره. اگر میخواییم ببینید چقدر طول میکشه، اگر گوگل کنید ویزا بولتن BULTIN ویزا بولتن روی وبسایت دیپارتمنت اف استیت هست، وزارت امور خارجه، و نشون میده کسان الان در کاتگوری شما کسانی که در چه سالی اقدام کردن دارن میرن سفارت و اینجوری میتونید اگر مثلا سال 2010 خب میدونید 10 سال طول میکشه. بهترین راه اونه. اگر اطلاعات بیشتر نداشته باشن یا اگر تو چت بذارید دخترتون چند سالشونه، متأهلن یا مجرد، شما سیتیزن هستین یا گرین کارت، من میتونم جواب بدم. مرسی آرش جان. خب ما الان ساعت 7:50 هست، تقریبا 10 دقیقه مونده از برنامه مون امشب. اگر کسی دوستان عزیزمون سوال دیگه دارن بفرمایید. بفرمایید اگر سوال دارید بفرمایید توی صفحه Q&A لطفا سوالاتون رو بنویسید. ببخشید سامان جون، توی چت روم چند تا سوال هست، ممکنه بلد نباشن که بیان توی Q&A، من ازشون اونجا ولی چون شاید بلد نباشن نگاه کنید. مرسی مرسی آرش جون. take a look at the chat. اگه توی چت روم بری به نظر میرسه آره دو سه تا سوال هستش. دوستی نوشتن امکان فارسی ها در چت نوشتن اگر گرین کارت دارن ولی الان نمیتوانن برگردن چه؟ تا ساعت 7:30 اومده فکر کنم بعد از اون راجع به این مسئله صحبت کردیم. اگر گرین کارت دارن و نمیتونن برگردن تا میتونن مدارک جمع کنن. اگر آشنایانی در آمریکا دارن که سیتیزن هستن یا گرین کارت دارن مدارک اونا رو بگیرن. مالیات در آمریکا پر کردن، مالیاتشون رو، ملکی دارن، سندش رو،
اگر خونه کرایه کردن و هنوز به اسمشونه، اون اجاره نامش رو بگیرن. اگر دلیلی داره که نتونستن وارد آمریکا شن، مثلا دلیل پزشکی، اون رو جمع بکنن. شما اگر نمیتونین برگردین تا زیر یک سال کاریتون ندارن، ولی اگر بیشتر یک سال باشه باید نشون بدید که وقتی که رفتید قصد برگشت به آمریکا رو داشتید، فقط نتونستید برید. که از این دوست دیگه ای پرسیدن، امکان داره شمارمون رو اعلام کنیم از نظر برگزار کنندگان سامان چون شما اشکال نداره؟ No, I don't think so. بعدن حالا اگم نیازی شده خب we can connect to whoever is interested later too. Either way. اگه توی چت اگه میخوای خب توی چت الان میتونم بنویسم یا شما میتونید بنویسین توی چت اطلاعاتتون. من با سیمالا گروپ هستم، آرش توانایی اگر گوگل بکنید اصلا همه مشخصاتم میاد. شماره تلفنم هست 623-377-4191. خودم حفظ نیستم باید نیا کنم شماره آفیس رو. و فکر کنم توی فیسبوک ایرانم شماره من بودش. بسیار خوب. چت دیگه سوال دیگه شما میبینی فعلا؟ Yes, so do, توی صفحه Q&A هم هست. Q&A بله، همون خانمی بودن که فرمودن برای دخترشون اعلام کردن، اقدام کردن. خودشون فرمودن سیتیزن هستن، دخترشون 30 ساله. با این شرایط کنونی و اون ویزا بالتن که هستش که یه لیمیتی هست برای هر کاتگوری ویزا و از هر کشور، من از ایران الان حدود 12 سال برای دخترتون طول خواهد کشید. اگه 2017 بر کردید یه 3 سالش گذشته، یه حدود 9 سال دیگه من تخمین میزنم که طول بکشه. و البته تخمینی هستشون، این مقدار لیمیت هست، چند تا ویزا هر سال میتونن بدن و با وضعیت کنونی کرونا بستگی داره، ولی این حدود 12 سال از روزی که پر کردید 9 سال دیگه من فکر میکنم طول بکشه. مثل که سوالا رو بیشتر جواب دادیم، بعد دیگه پرسشی نیست. اگه کسی سوال دیگه داره هنوز چند دقیقه فرصت هست که سوالاتون رو بکنین. من از آقای سامان خان و آرش خان تشکر میکنم وقت گذاشتن امشب و سوالای همه رو جواب دادن و اینفورمیشن دادن به دوستان. امیدوارم که همه لذت برده باشن و سوالی که داشتن جواب داده شده باشه. اگه دوست دارین میتونین به این برنامه ها علاقه دارین، میتونین به لینکی که ما پروواید کردیم دادیم اونجا کلیک کنین و $5 دونیت کنین به خانه ایران. ممنون میشیم. و خواستم فقط بهتون بگم که برنامه بعدی که داریم هست در آگست 27 هفته شب به وقت آریزونا، که اسم برنامه هست The topic is the Iranian identity concern، ایرانیان و دغدغه های هویت، با خانم دکتر شهلا طالبی. خوشحال میشیم که بیاین و تماشا کنین، سوالاتونو بگین، لذت ببرین. آرش جان، سامان جان، اگه دیگه سوالی چیزی گفتگویی نیست من برنامه رو دیگه I think we're good to go. خیلی ممنون اولا آرش جان که وقت برای ما گذاشتی. خیلی مسابقه جالبی بود و واجبی بود در این دوران کووید. دوستان عزیز خیلی ممنون از وقت شما که آمدید گوش دادید. اگر سوال دیگه برای آرش جان دارید
توی همین صفحه چت من اطلاعی آقای آرش جان رو نوشتم و اسم آفیسشون، اسم اداره همین گروه وکلاشون نوشتم اونجا. خیلی ممنون از همگی. شب همه بخیر. ممنون از همه از بینندگان عزیز که ما رو همراهی کردن، از خانه ایران، از همه دوستان هم دستاندرکاران که این برنامه رو گذاشتن. شب همه بخیر. شب بخیر.